برخی رسانه‌ها به نقل از اعلامیه گروه طالبان گزارش کردند که معاون سیاسی رئیس الوزراء طالبان طی دیداری با برخی از اعضای شورای شیعه افغانستان گفته که پیشنهاداتشان را بررسی خواهند کرد این گروه جزئیاتی در مورد این پیشنهاد ارائه نکرده است اما پیش از این شورای علمای شیعه افغانستان گفته بود که رسمیت یافتن مذهب جعفری در نظام طالبان تدریس فقه جعفری در دانشگاه ها و مدارس برای دانشجویان و دانش آموزان شیعه و مشارکت معنیدار شیعیان در دستگاه‌های حکومتی از خواسته‌های اساسی آنان است طالبان پیش از این درخواست‌های نمایندگان شیعیان را رد کرده بود گفتنی است پس از به قدرت رسیدن دوباره گروه طالبان در افغانستان در آگوست 2021 میلادی این گروه شدیدترین محدودیت ها را علیه شیعیان و هزاره های افغانستان اعمال کردند فقه جعفری که پیش از این در کنار مذهب هنفی رسمیت داشت از دستگاه های قضایی و حکومتی حذف گردیده و نیز نصاب آموزشی بر اساس فقه جعفری در دانشگاه ها و مدارس ممنوع گردید تای نزدیک به سه سال اخیر گروه طالبان در برگزاری مراسم های مذهبی شیعیان از جمله ازاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم محدودیت شدید وضع کردند و حتی در چندی مورد علیه ازاداران شلیک نمودند از سوی دیگر هم نهادهای معتبر بین المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از وضعیت شیعیان و هزارها تحت حاکمیت طالبان در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کردند